بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينندگان عزيز وگرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این قسمت میخواییم در مورد یکی از امراضی که متاسفانه امتهای گذشته گرفتار اون بودن و تعدادی از منتسبین به امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم گرفتار این بیماری و این مرض شدن، مرض غلو و افراد در حق بزرگان دین. الله سبحانه و تعالی از غلو و افراد من می کند اهل کتاب را. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دین خودتان غلو و افراد نکنید. غلو و افراد انسان را به کفر، به شرک و حتی به گناه های بزرگ الله سبحانه و تعالی همه ما و شما عزیزان را حفظ نماید سوق میداد. به همین دلیل الله متعال امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را هم امتی معتدل، میانه رو و در بین افراط و تفرید قرار داده است و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همیشه در بیاناتشان ما را از غلو و افراد حتی در حق ایشان و حتی در امور دین منع کردن. یعنی همه چیز ما باید در حد اعتدال باشد، عبادت‌های ما، حتی محبتی که نسبت به الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم هم باید در اطاعت و فرمانبرداری از آنان تجلی کند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر که واقعا شما الله رو دوست دارید از من رسول الله پیروی بکنید تا الله سبحانه و تعالی شما رو کامیاب و رستگار بگرداند. یک کلیپی هست، این رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. دوستان اگر بتونن کلیپ رو از اونجا پخش بکنن امکانش هست؟ خب ما از اینجا پخش میکنیم این کلیپ رو. یک اتفاق خاصی که شد. بله. آخوند رو ببینید که چی میگه. یک اتفاق خاصی که شب مبعث افتاد ماجرای علی ابن ابی طالب علیه السلام. چی بود اون ماجرا؟ خیلی ها سعی میکنن همین هم حذف کنن. مبعث، پیامبر، قرآن، وحی، قاره هرا. خب تمام؟ صبر کن، کجا داری میری؟ یک اتفاق دیگه هم افتاده اینجا. خب شما میدونید خانه کعبه یه معجزه از خودش نشون داد در مقابله با سپاه ابرهه. سپاه ابرهه نابود شد، خانه کعبه شد اصلا یه چیزی برای من دارد. هرچی بود بیشتر مقامش با خانه. حدود 13 سال قبل از بعثت یه مادری رفت کنار خانه کعبه که خدایا من زایمان بچه‌ام کمکم کن. معمول بودی همچه اتفاقی. دیوار خانه کعبه، خانه کعبه‌ای که این معجزه سپاه ابرهه براش رخ داده، معجزه نابودی سپاه ابرهه، شکافته شد. فاطمه بنت اسد رفت داخل. معجزه بعدی در باز نشد. ببین چی شد، ایشون رفت اون داخل. معجزه بعدی 3 روز اونجا موند. معجزه بعدی زایمان کرد. به کمک کی؟ اون زنهای بهشتی که آمدند. معجزه بعدی همون شکاف خانه کعبه باز شد، دوباره ایشون اومد بیرون. حالا نفر اول مکه کیه؟ علی ابن ابی طالب.
یک اتفاق خاصی که شب مبعث افتاد ماجرای علی ابن ابی طالب علیه السلام. چی بود اون ماجرا؟ خیلی ها سعی میکنن همین هم حذف کنن. مبعث، پیامبر، قرآن، وحی، غار حرا. بله، بینندگان عزیز و گرامی، این صحبت‌های آخوند بود که با هم دیدیم. والا من نمیخوام کلیپ های اینا رو پخش بکنم، چون خیلی پخش کردیم، خیلی کلیپ های اینا رو دوستان دیدن. اما هر روز یعنی دروغ های مدرن تر، تلبیس های مدرن تر اینا انجام میدن. والا آدم دیگه نمیتونه ساکت بنشینه. بله، نفر اول مکه علی ابن ابی طالب بود و ایشون هم در داخل کعبه به دنیا آمد. دوستان عزیز، امشب دیگه این گرفتگی صدای من رو تحمل بکنن. این تعصبی که اینها دارن و این زیاده روی و افراطی که در حد در حق سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام میدن، متاسفانه از اینجا سرچشمه میگیره که اینها اعتقادشون بر این است که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم برتر هستند و این اعتقاد رو اینها در لابلای سخنرانی‌هاشون، کتاب‌هاشون گاهی اوقات اظهار می‌کنن که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و امامان از انبیا هم برتر هستن. همونطوری که خدمتون بارها نشون دادم، حتی بعضی از شخصیت‌های معاصر اینها هم به این اعتقاد داشتن که امامان مقامی دارن که از مقام انبیا برتر است. و این اعتقادی که اینها دارن، برتری دانستن برای امامان بر پیامبران الهی، ما میتونیم بگیم که این یک عقیده کفری است. انسان رو حتی به سرحد کفر هم میکشانه، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سید و سردار بشریت هستند و هیچ کس در بین بشر بالاتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. پس نباید کسی دیگری رو، هر چقدر که مقام و منزلت بلندی داشته باشد، او را بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضلیت و برتری بدیم. حالا من بارها گفتم که شیعانی که ما امروز میبینیم، این یک شکل تکامل یافته از فرقای مختلف شیعه است که در طول تاریخ وجود داشتن. میدانید که شیعان نخستین و فرقایی که داشتن، بعضی هاشون حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو به حد خدایی هم رساندن. میگفتن که علی خدا بود، که به اونها میگفتن علی اللهی. و فرقه دیگر ادعا میکردن که اصلا قرار بوده که علی پیامبر بشه، منتها جبرئیل علیه السلام اشتباه کرده ولیعاذ بالله، و به جای اینکه وحی رو ببره به علی بده، یعنی همون آیاتی که نازل شد اقرا بسم ربک الذی خلق، قرار بود که این آیات رو ببره به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بده، اما اشتباه کرد. دلیل اشتباهش هم چی بود؟ که حضرت علی شبیه به پیامبر بود و
به خاطر همین شباهت زیادی که داشتن به هم دیگه، جبرئیل اشتباه کرد، فکر کرد که محمد علی است و علی محمد است. رفت خلاصه این نبوت و رسالتی رو که الله متعال برای علی در نظر گرفته بود داد به محمد صلی الله علیه و سلم. دیگه الله متعال هم گفت آره یه کاری کردی دیگه جبرئیل، بده بره. اعتقادشون اینطوری بود، یعنی شیعیان نخستین. به خاطر همین از قدیم اگر شنیده باشید میگفتن که اینا در نماز دستاشون رو میزنن بعد از تشهد رو پاهاشون میگن که خان الامین خان الامین. خب اینا رو که اگر جای مطرح میکردی عصبانی میشدن که نه دارن تهمت میزنن به شیعه فلان، این نرگز وجود نداره. تا اینکه در این عصر تکنولوژی و علوم خلاصه این کتاب های اینا رو شد و تعدادی از کتاب هاشون هم طبعا به دست ما رسید و بعضی از حقایق رو از لابلای کتاب های اینها که واقعا باور آدم نمیشه من خدمت شما عزیزان نشون میدم. این کتابی است به نام الانوار نعمانی سید نعمت الله جزائری که یکی از بزرگان مذهب شیعه است، یکی از استوانه های دین محسوب میشه و تا هنوز هم سالانه یک بزرگداشتی به نام بزرگداشت سید نعمت الله جزائری در تهران برگزار میشه که در بعضی از اینها شخصا رهبرم شرکت میکنه و اگر شرکت نکنه حتما یک پیامی رو میفرسته. این سید نعمت الله جزائری خدمات زیادی به تشیع کرده. حالا یک سری به کتاباش بزنیم ببینیم چه دستگلایی به آب داده ایشون. در صفحه 208 الانوار نعمانی در جلد 2 دوستان میتونن برن خودشون تحقیق بکنن این کتاب رو پیدا بکنن. در بین شیعیان نخستین یک گروهی به نام الغرابیه که بعداً بهشون میگفتن الغرابیه که اینها چی گفتن؟ قالوا محمد بعلی اشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذباب. میگفتن که محمد چنان به علی شبیه است مانند کلاغ به کلاغ و مگس به مگس. مثلا در یک جای دست مگسی باشه شما مثلا یک مگسی رو ببینید بعدن یک مگس دیگه بیاد فکر میکنید امون است، چون که مگس ها شبیه همن. کلاغ ها هم یا در تاجیکستان و در افغانستان زاغ میگن، در ایران کلاغ میگن، در عربی غراب. کلاغ ها هم اینطورن، شما هر کلاغی رو ببینید فکر میکنید همون کلاغیه که چند روز پیش دیدید، شبیه همن، هیچ تفاوتی بینشون نیست، کاملا یک رنگن. میگه محمد به علی چنان شبیه بود مانند کلاغ به کلاغ و مگس به مگس. فبعث الله جبرئیل الى علی علیه السلام. جبرئیل رو الله متعال برای علی فرستاده بود که نبوتش رو اعلان بکنه. فغلط جبرئیل فی تبلیغ رساله. جبرئیل در تعبیل دادن به اصطلاح رسالت یا امان نبوت اشتباه کرد. من علی الى محمد که باید به علی میداد و به محمد داد. قال شاعرم که شاعر آنها میگوید غلط الامین و عن الحیدره که غلط کرد، اشتباه کرد جبرئیل در مورد حیدر یعنی علی علیه السلام. فیلعنون صاحب الریش یعنی جبرئیل. و به همین دلیل این فرقه در قدیم که بودن صاحب الریش یا امون به اصطلاح پردار به قول خودشون جبرئیل علیه السلام رو لعنت می کنند. این مطلبی که اینجا دارن. پس این تعصبی رو که امروز دارن و این افراطی رو که امروز در عزرات حجج اسلام و آیات اعظام می بینیم ریشه در تاریخ داره، یعنی چیز جدید نیست. اوائل اینا اینطوری بودن، امین اعتقادات رو داشتن در مورد و تا هنوز هم ادامه داره و تا هنوز هم متاسفانه در بین اینها ادامه داره. همین مطلب رو در
حالا نگوین که سید نعمت الله جزائری فلان و علان، این کتاب نور البراهین است. در سید نعمت الله جزائری کتاب دیگرش نور البراهین، در این کتاب هم در صفحه 210 نور البراهین جلد 2، قالوا محمد بعلي اشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذباب، فبعث الله جبرائيل عليه السلام الى علي، فغلط جبرائيل في تبليغ الرساله من علي الى محمد ويلعنون صاحب الريش جبرائيل عليه السلام. این مطلب را در این کتابشون آوردن. تشکر میکنم از دوستان. پس این اعتقادی که اینها دارن و افراطی که دارن در حق امامان اهل بیت چیز جدید نیست و از این توهین ها اگر شما در لابلای کتاب های اینها بگردید زیاد پیدا می کنید. مثلا یک مطلبی رو من اینجا خدمت شما بیارم. در کتاب تاریخ کوفه از سید البراقی در اینجا یک مطلبی رو میارن که در صفحه 112 113 میبخشید و میگه بعد از اینکه لو خرج قائم آل محمد لنصره الله بالملائکه المصومین والمردفین ومنذرین الى آخره، تا اینکه میگه که اول من یبایعه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اولین کسی که با مهدی بیعت میکنه کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تشکر میکنم دوستان. پس این روایت رو که میخوندم بلافاصله یاد اون روایتی افتادم که در کتب اهل سنت است که میگن وقتی که عیسی علیه السلام ظهور میکنه و حضرت مهدی هم اونجا ظهور میکنه خروج میکنه و اینها خلاصه در یک مسجدی در شام ملاقات میکنن، بعد به امامت حضرت مهدی نماز میخونن و میگن که عیسی علیه السلام هم بر، چون که وقتی که ایشان ظهور میکنند بر دین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، یعنی جزی از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم ظهور میکنند. و بین این روایت که پیامبر اسلام رسول اعظم خاتم الانبیا میاد با کی بیعت میکنه؟ با حضرت مهدی بیعت میکنه. آیا این توهین به مقام نبوت نیست؟ مثلا در اینجا در کتاب سلو اهل البیت یا همون کتاب علل الشرایح از شیخ صدوق نسخه‌ای که ما داریم جلد 1 و 2 با هم است، در صفحه 132 دوستان عزیز اگر نشون بدن، در باب 111 میگه که لأی علت لم یبقى لرسول الله صلی الله علیه و سلم ولد، چرا پیامبر پسر نداشتن، دختر داشتن پسر نداشتن. قال، جوابشون رو نگاه کنید، از ابی عبدالله امام جعفر صادق، لأن الله خلق محمد نبیا و علیا، به خاطر اینکه الله سبحانه و تعالی محمد رو نبی و علی را وسیع قرار داد، فلو کان لرسول الله ولد من بعده لکان اولا برسول الله من امیر المؤمنین فکانت لا تثبط وصیت امیر المؤمنین، چون خدا میخواست بعد از پیامبر علی رو وسیع و جانشین قرار بده، به همین دلیل پیامبر رو خلاصه یتیم کرد و فرزندم بهش نداد، چون که
اگر کسی رو می داشت بعد از خودش، دیگه علی بعد از اون امیر المومنین نمی شد، وصی و جانشین نمی شد. یعنی ببینید که، تشکر می کنم دوستان، افراد انسانها رو به کجا می کشانه. این کتاب بهار و لنبار است دوستان عزیز، اگر که نشون بدن، جلد 98 این کتاب، 110 جلد است تقریبا، در اینجا این روایت رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. ببینید که میگه که اصلا این ایام هفته که هست، اینها این اسما شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه، جمعه نیست. یا سبت الاحد الاثنین الثلاثاء الاربعاء الخمیس الجمعه که به عربی است، نیست. اصل اسمش چی است؟ السبت یعنی همون روز شنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یوم الاحد یعنی یک شنبه امیر المومنین، دو شنبه حسن، سه شنبه حسین، چهار شنبه علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، و چهار شنبه موسا ابن جعفر و علی ابن محمد و محمد ابن علی و انا، یعنی امام جعفر صادق، و پنج شنبه و الخمیس حسن، حسن عسکری یعنی، و الجمعه ابن ابنی، یعنی فرزند فرزندم. شما رو به خدا، یعنی یک انسان عاقل همچین چیزی رو میاد. حالا موندن که هفته که هفت روز است، امام ها 12 تن، و چی کار کردن؟ بعضی از روز هفته رو مثلا گذاشتن که مثلا روز سه شنبه علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد. یعنی شما اگر که خواستید مثلا به کسی بگید که روز سه شنبه شما رو دعوت میکنم که برنامه آن روی سکه را ببینید، باید بگید که در روز علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد از شما خواهش میکنم که برنامه آن رو سکه رو ببینید. مثلا میخواید بگید چهارشنبه میخوام برم بازار خرید بکنم، بگید مثلا، باید اینطوری بگید در روز موسی بن جعفر و علی ابن محمد و محمد ابن علی و جعفر صادق میخواهم بروم بازار خرید بکنم. ببین مسخره کردن دین رو با این کاراشون. حتی ببینید که میگن پیامبر وقتی دعا میکرد، دعا میکرد به حق علی، یعنی علی رو وسیله خودش قرار میداد که چیکار بکنه، الله سبحانه و تعالی دعایش رو قبول بکنه. مثلا ما دعا میکنیم پروردگارا یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا کریم، صفات الله رو وسیله قرار میدیم. بعد پیامبر چطور دعا میکرده؟ میگفته خدایا به حق علی. باورتون میشه؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرده خدایا به حق علی. این رو من خدمت شما عزیزان از اینجا نشون بدم. این کتاب القطره من بحار مناقب النبی والعطره، آیت الله علامه سید احمد مستنبت، جلد اولش هم هست، در صفحه 179 این روایت رو میاره در اینجا، 161-71. بعد میگه که طرف میگه من خارج شدم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم برم، فوجدته رسول الله،
صلى الله عليه وسلم فوجدته راكعا وساجدا وهو يخشع في ركوعه وسجوده. دیدم پیامبر در رکوع و سجده است و با خشوع و خضوع نماز میخوانه و یقول و میگوید که اللهم بحق علی وليك الا ما غفرت للمذنبين من امتي. ای الله به حق علی که ولی تو است گناهان انسانهای گناهکار امت من را ببخش. تصور بکنید در بخش مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تشکر از دوستان است. در اینجا مثلا مطلب دیگری رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. در کتاب الانوار النعمانی، اینم از سید نعمت الله جزائری است، در صفحه 29 که پیامبر صلی الله علیه و سلم، صفحه 29 در کتاب الانوار النعمانی، جا میگه که شیخ صدوق از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که اعطیت ثلاثا و علی مشارکی فیها. سه چیز خداوند به من داده که علی رو در اون شریک کرده. تا اینجا پیامبر و علی مرتبهشون برابر است، یعنی سه چیز که پیامبر داره علی هم داره. از این به بعدش و اعطی علی ثلاثا ولم اشارکه فیها، سه چیزی است که به علی داده شده ولیکن به من داده نشده. اینجا الان اتوماتیک در ذهن شما کی برتر است؟ علی برتر است. سه چیز به پیامبر داده که علی تو شریک است. شریک به معنی چی؟ شما میری با یکی تجارت میکنی میگه 50-50، 50-50 شریک، یعنی چی؟ یعنی هر دوی شما در این تجارت حق دارید. سه چیزی که به پیامبر داده شده علی در او حق داره، شریک است. و سه چیزی که به علی داده شده و به پیامبر داده نشده، هر عاقلی میگه که علی برتر است بر اساس این روایت. فقیل یا رسول الله و ما هذه الثلاثة التي شاركت فيها علی علیه السلام، این سه چیزی که به تو داده شده و علی با تو شریک است اینا چی است؟ فرمودن که لی لواح الحمدی و علی حامله، پرچم یا لوا یا امون علم حمد که در روز قیامت به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده میشه، این به من داده شده در حالی که دست علی است. و الکوثر لی و علی ساقی، حوض کوثر از من هست اما ساقیش کی است؟ علی است. و الجنة و النار لی، بهشت و دوزخ از من است و علی قسیمها، علی است که تقسیمش میکنه. خب مرد حسابی، پس پیامبر چی کار است؟ الان میگه پرچمی را به پیامبر دادیم که علی برداشت، یعنی چی؟ انگاریش ندادید به پیامبر. حوض کوثر به پیامبر دادن، علی میده آب میده، هر کی رو دوست داشت بهش آب میده، هر کی رو دوست نداشت نمیده. جنت و نار یعنی بهشت و دوزخ هم به پیامبر دادن که علی تقسیمش میکنه. پس این وسط خدا و پیغمبر چی کارن؟ و اما ثلاثه التي اعطيها علي ولم اشاركه فيها، و سه چیزی که به علی داده شده است و به من داده نشده است و شریکش هم نیستم، فانه اعطيها شجاعا ولم اعطي مثله، به علی شجاعتی داده شده است که مانند آن به من داده نشده است. یعنی چی؟ علی شجاعت‌تر از پیامبر است.
وعطيها فاطمة الزهراء زهراء زوجة ولم عطي مثلها مثل فاطمة يك همسري خدا به علي داده که به من نداده چون بنابر ادعای اینها دور پر پیامبر همسراش و صحابش و یاران نزدیکش و همه کیان کفار هستن منافقینن مثلا اسلام نیوردن یگان مومنی که از علی است بعد از علی هم فاطمه هست و بعد از فاطمه هم حسن و حسین رضی الله عنه و اجمعین بقیه همه کافرند و مشرکند و ملعونند این اعتقادشون است دوستان است و اعطیها ولدیهی الحسن و الحسین علیهما السلام ولم اعطی مثلهما به علی دو تا فرزندی مثل حسن و حسین داده شده که به من داده نشده به همین خاطر چیه؟ عزت علی برتر از پیامبر است چیزی که واقعیتی که ادعا کردن در کتابشون تشکر میکنم دوستان است حالا مثلا این رو ببینید بحار الانوار هست جلد 53 در اینجا دوستان عزیز اگر دقت بکنن در صفحه 58 در اینجا روایت 114 از حسن ابن عبدالله از ابی عبدالله امام جعفر صادق قال امیر المومنین علیه السلام چی گفت انا فاروق الاکبر من فاروق اکبرم و صاحب المیسم و صاحب میسم هستم و انا صاحب النشر الاول من به اصطلاح مالک روز حشر هستم و النشر الاخر و صاحب روز حساب و کتاب روزی که در میدان محشر همه حاضر میشن و صاحب الکراتی و دولت الدولی و علی یدی یتم موعد الله و تکمل کلمته و بی یکمل الدین لا حول ولا قوت الا بالله من صاحب کرات اینا اعتقاد دارن که عزت علی ای میمیره پس میاد میره میمیره پس میاد میمیره پس میاد و این چندین بار این اتفاق رخ میده اینجا صاحب کرات یعنی ای زنده میشه اما اعتقادی که هندوها دارن که میگن که یک انسان که میمیره بعد از اون دوباره روح این میره در وجود انسان دیگری خلاصه ای متولد میشه این روح اصلا نمیمیره این روح بعد اگر انسان بد بود روحش مثلا میره در به هندی بهش میگن دوسرا جنم تیسرا جنم یعنی زندگی دوم زندگی سوم اگر آدم بد بود بعد در زندگی دوم روحش میره مثلا در بدن یک سگ روحش میره در بدن یک میمون این اعتقاد هندیاست هندوها که دارن و شیعه اعتقاد داره که اینها ای میرن و بر میگردن میرن و میان و دولت دول یعنی علی در آخر زمان که بر میگرده همه دولت هایی که در دنیاست رو میگیره و یک دولت درست میکنه که دولت خودش است و علی یدی یتم موعد الله و به دست من است که موعد الله یعنی اون وعده الله تکمیل می شود و تکمل کلمته و کلمه الله تکمیل می شود و بی یکمل الدین و با من هست یعنی به دست من است که چی می شود دین به پایه تکمیل می رسد آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع نازل شد میگن که نه اونجا دین تکمیل نشده دین اصلا به دست کی تکمیل میشه به دست
امیرالمومنین که ایشون فاروق اعظم. ببینید یعنی هر صفتی رو که شما برای پیامبر در نظر بگیرید یا هر صفت و ویژگی که برای یکی از بزرگان صحابه در نظر بگیرید، حتما یک روایت درست کردن این رو دادن به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. تشکر میکنم از دوستان. و از این خرافات و خزعبلات تعداد زیادی در کتابهای اینها وجود دارد که الله سبحانه و تعالی از شر این خرافات و خزعبلات همه ما رو نجات بده. دوستان عزیز اشاره میکنن که مثل اینکه تصویر این صفحه رو نداشتن، درسته؟ بله، من یک بار دیگه سعی میکنم که این تصویر رو نشون بدم که الله عزیزان کسایی که ندیدن نگن که والا همچین چیزی رو قبول نداریم، یعنی ما درست نکردیم. این مسئله در کتاب‌های خودشون وجود داره و تصویر رو دارید برادر عزیز؟ خب متاسفانه تصویر رو ندارن. یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم، یک کلیپی از دوستان آماده کردن، این رو با هم ببینیم و بعد از اون انشاءالله من این صفحه رو یک بار دیگه خدمت شما عزیزان نشون خواهم داد. با ما همراه باشید. صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونورا للهداية والبيان يجعل لأحد من الأولين والآخرين لا نبي المرسل ولا ملك مقرب. اولا ما رو با کسی مقایسه نکنید، ثانیا این مقامی که خدا به من علی داده است به هیچ کدام از اولین و آخرین و هیچ کدام از پیغمبران و هیچ ملک مقربی نداره. یا سلمان و یا جندب، جندب لقب ابازر غفاری است. جناب ابازر، انا الذی حملت نوحا فی سفینت به امر الله، من علی بودم که دست نوح رو گرفتم سوار بر کشتی کردم. علی و همه انبیا زندگی کرده، من بودم دست نوح رو گرفتم سوار بر کشتی کردم. انا الذی اخرجت یونس من بطن هود باذن الله، من علی بودم به اذن خدا یونس رو از اسارت شکم ماهی نجات دادم. انا الذی جاوزت موسی، انا الذی جاوزت موسی ابن عمران، عمران البحر بامر الله، من علی بودم که موسی رو از دریا گذراندم. انا الذی اخرجت ابراهیم من نار به اذن ربی، من علی بودم که ابراهیم رو از آتش نجات دادم. تمام انبیا، تمام پیغمبرها گدایی در خانه علی رو کردن. من و تو که دیگه بحثمون جداست.
الخلق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأهاني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، این مطلب رو هم دیدید که مستند و از حرفای خود و آیات عظام و عجج اسلام براتون آورده بودیم و متاسفانه این اعتقادی است که اینها دارند و تا هنوز هم در بینشون وجود داره، منتها یک کمی دیگه الان عصری ترش کردن، مدلش رو عوض کردن، مدل مود سال درست کردن. از همین لحظه به بعد شماره تلفن دوستان عزیز، اگر شماره واتسابمون رو زیرنویس بفرمایند تا دوستانی که در رابطه با موضوع برنامه صحبتی دارن رو بشنویم. ما تا هنوز نتونستیم این تصویر رو پخش بکنیم، هر موقع این مشکل برطرف شد دوستان به من اطلاع بدن و انشاءالله مطالبی رو که خدمتتون عرض کردیم رو به شکل مستند، اون قسمت هایی رو که نتونستیم نشون بدیم رو خدمت شما عزیزان به نمایش خواهیم گذاشت. شماره واتساب برنامه رو دوستان عزیز زیرنویس میکنم. همچنین این قلوب و افراد تا زمان ما هم ادامه داره، یعنی تا همین سالها هم همچنین اعتقاداتی در کتابهای اینها وجود داره که یکی از اینها من خدمت شما عزیزان نشون بدم. کتاب است، کتاب کشف الاسرار از آقای خمینی هست. این کتاب در اینجا میگه که دوستان اگر ببینن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، در زیرش میگه که واضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به، میگه اینجا واضح هست که اگر پیامبر همونطوری که خدا بهش امر کرده بود مسئله امامت رو مطرح میکرد و بذل المسعی فی هذا المجال و در این زمینه تلاش میکرد، لما تشهب مصفی البلدان الاسلامی کل هاد اختلافات والمشاهنات والمعارك ولما ظهرت سمت الخلافات فی اصول دین و فروی. اگر پیامبر واقعا این کار رو انجام میداد و برای امامت تبلیغ میکرد و اون رو میرسان، دیگه امروز در بین کشورهای اسلامی این اختلاف و جنگ و دعوا و به سراب اختلافاتی در اصول و فروع دین وجود نمیداشت.
بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید محمد آقا. سلامت باشید. تو سوری بقره داره توضیح میده فتلق آدم من دقیقی کلم حسین فتاوله آدم با خداوند با آدم گفت ببین به این پنجتن باید خود علیتانتن قبولن به این پنجتن باید قسم بدی تا بتونی توبت قبول بشی. محمد آقا تو مغزت میگوزه اگه بخوای بفهمی اسلام شیعه چی داره میگه. تو مغزت میگوزه، نمیکشه مغزت. خدا نگهدار. والله دوستان عزیز ببینید، این کسی که به اصطلاح نماینده این مذهب است میاد یک دروغی رو میگه، این حرفی که میزنن عین همون دروغی است که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادن. مغز کله گوجشکی آخوند، یعنی این یک نمونهش بود دوستان عزیز. این یک نمونه به اصطلاح آخوند شیعه، چون وقتی که حرفی برای گفتن نداشته باشد شروع میکنه به فحاشی، شروع میکنه به بد و بیرا گفتن. چون چیزی به اسم منطق، عقل، دلیل، این چیزا نیست. اینا فقط چطور مردم رو فریب بدن، چطور بیان از امامان اهل بیت، یک انسانهای مافوق بشر، مافوق تصور انسانها بسازند و با درست کردن یک لولو خورخورهی برای شیعیان، که حواستون باشه که در برنامه گذشته دیدید که خدمتون شون دادم که امامان حاضر و ناظرند، همه کار شما رو میبینن، پا کج گذاشتید پدرتون رو در میارن. و اینم اخلاق یک آخوندی که دوستان عزیز دیدید من قد نکردم، حالا اگر در اتاق فرمان بود قد میکردن صداشو، من قد نکردم، عمدن قد نکردم تا ببینید اخلاق یک آخوند شیعه در چه حد هست، تا ببینید که اینها عقلشون، ادبشون، انسانیتشون، سوادشون، علمشون در چه اندازه ای است. و این دروغی رو که نسبت میده، میگه که به آیه قرآن کریم که حضرت آدم خلاصه میخواست توبه بکنه، بعد جریانش در سوره بقره است، بعد فتلقا آدم من ربه کلمات. این کلمات چی بود؟ کلمات گفت که خدایا به حق علی، خدایا به حق فاطمه، خدایا به حق حسن، به حق حسین، خلاصه ما را از این بدبختی نجات بده. این عقل یک آخوند است دوستان عزیز، این عقل یک آخوند است که این گونه مسلمان ها رو، شیعان رو در بند خودشون گرفتن و اونها رو دارن فریب میدن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر عزیز. این از افغانستان تو شروع، اینا برادر، اینا کرن، اینا گنگن، اینا اصلا هیچ چیزی نمیفهمم. درست. یقین کنیم این بمسایی داریم، این شیعه برای رو داخل دکم از ششته بودم، دکم از فلوامه. بله. این بس که گفتن شما چه به علی بیت خیلی چیزی خیلی نسبت به علی بیت شما خیلی کینتوزی ما کینتوزی داریم، شما کینتوزی گفتم برادر دارم دو پسر از یکی حسن و یکی حسینه. درست. گفتم شما به بین بسته قل بخو پیدا خو یک عمر پیدا خو. درست. گفتم خدا شاید دختری رو سر نکنی زینبه. گفتم تو بین تو قلبی خو بین اقوام خو تو اقوام خو نیرا دیگه یک آجی تو پیدا خو. درست. اینجا خود مشون کنسیز ما نیمه شما نیمه خیلی اینا برو در اگه خدا قسم هر کی بری از اینا بگی اینا کار خود خود برم گفت خود خود بذارم فایده هم نداره. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بله متاسفانه اینها این آخوندا که فریب دادن این ملت رو با احساسات و عواطف و محبتی که نسبت به اهل بیت داشتن، شیعیان از اون سوء استفاده کردن و از ملت به نفع منافع شخصی خودشون اینگونه استفاده میکنن. و حالا در مورد
اخلاق و صفات آخوندها، حتی شما کتابهای اینا رو ببینید. من یک مطلبی رو از اینجا خدمت شما عزیزان نشون خواهم داد که چگونه توهین میکنن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینا اعصابشون به خاطر این خراب است که ما این مطالب رو مستند از کتاب‌های خودشون نشون میدیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم سلامت باشید برادر. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. باشه، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. در این مورد صحبت میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. اول اینکه در مورد شیعیان افغانستان و ایران آیا با هم فرقی دارند یا ندارند؟ عموم شیعیان اثناعشری در سطح دنیا همه یک فکر دارند. البته در بین شیعیان اثناعشری گروه هایی هستند، فرقایی هستند که غالی نیستند، افراطی نیستند، توهین به اصحاب رسول الله و امهات المؤمنین رضی الله عنهم اجمعین رو قبول ندارن، انجام نمیدن، تحریف قرآن و خیلی از شرکیاتی که هست قبول ندارن. میگن ما شیعه هستیم اما به این چیزا اعتقاد نداریم. اینا حسابشون جداست. عامه شیعه برادر عزیز، اینها از اصل دین خبر ندارن. عموم شیعیان از اصل دینشون خبر ندارن، از کتابهای مجلسی و کلینی و بهار و نوار و کافی اون چیزا خبر ندارن. میتونیم اینطوری هم مثال بیاریم که اهل سنت هم مثلا خیلی از عوام اهل سنت کتاب صحیح بخاری و مسلم رو شاید اسمش شنیده باشه، تا حالا ندیده باشه. هر آنچه که مولای مسجد میگه، هر آن چیزی که امام مسجد میگه یا در مدرسه جای شنیده و خوانده در کتابی، برای اون اساس اعتقاد و دینش رو درست کرده. شیعیان تا چه اندازه‌ای که دیندارتر بشن، تا چه اندازه‌ای که به آخوندها نزدیک‌تر بشن، مثل این آخوندی که الان زنگ زده بود، بی‌ادب‌تر و بدجنس‌تر میشن و اعتقادات شرکیشون بیشتر میشه. شیعیان در افغانستان قبل از انقلاب، منظور قبل از انقلاب کمونیستی است، از دینشون همینقدر میدانستن که شیعه هستن. حضرت علی رو دوست دارن، اهل بیت، حسن، حسین، فاطمه، جعفر صادق، مهدی، خلاص، تا به این اندازه. بعد از اون که رفتن، مهاجر شدن و رفتن ایران، اونجا دیدن نخیر، خب اونجا هم سوء استفاده زیادی کردن، در روزه ها اونا رو بردن و آخون درست کردن و مرجع درست کردن و بعد اینا با همون خزعبلات و خرافاتشون عالمتر شدن و برگشتن به افغانستان و بعد اکثر شیعیان رو گفتن که خب شما سالها با این سنی ها یا به قول خودشون سنیگک ها زندگی می کردید، اینا اینطوری بودن و ما اینطوری بودیم و خلاصه تنظیم ها درست کردن و حزب ها درست کردن و بعد از اون کشتارهایی که به نام شیعه و سنی انجام دادن که همه شاهدش هستیم در افغانستان. و اینها یک مشکل دیگرشون تقیه است.
روایت دارن میگن که 19 دین التقیه، یعنی 9/10 اگر دین شیعه رو 10 قسمت بکنی 9/10 تقیه است. یعنی میاد در کنار شما میگه ما برادریم، ما خواهریم، ما فلانیم، ما اینیم اونیم، همش دروغ، تقیه است. یک شیعه اجازه داره که اسم سنی بگذاره، مثل اهل سنت دست بسته نماز بخونه، قسم و قرآن بخوره که من سنیم، اما دروغ بگه، تقیه. این دینشان اینطوری است. به خاطر همین یک چیزی واقعیت این است که اگر یک شیعه اثناعشری جعفری با آنچه که در کتابهای خودش آمده عمل بکنه، فرق بین او و بین یک آخون نیست. اما اونایی که نمیفهمن و اطلاع ندارن، ما براشون عذر اینو میاریم که نمیدانن. و حرکت‌های اصلاحی هم، یعنی دور از انصاف است که اگر ذکر نکنیم که حرکت‌های اصلاحی هم در داخل شیعه ایجاد شد که خیلی از این خرافات و خزعبلات رو رد کردن، اما اکثر این حرکت‌ها سرکوب شدن. مثل آیت الله سید ابوالفضل برقی، حیدر علی قلمداران، آیت الله غربی، آیت الله طالقانی در زمانش، بسیار از این آخوندها سعی کردن، آیت الله طباطبایی مثلا، سعی کردن که با بعضی از این خرافات مبارزه کنن. آخرینشون آیت الله مطهری بود، کتابی نوشت در رد خرافاتی که به نام دین در عاشورا انجام میدن. چیکارش کردن؟ کشتنش، ترور کردن، انداختن گردن، گفتن نمیدونم منافقین کشتن و فلان، خودشون کشتن. هر کسی رو که در پی اصلاح مشکلات و به اصطلاح فسادهای دینشون بود، اینها رو چیکار میکردن؟ از راه میگرفتن و گمراهشون میکردن. سوال دیگری برادر عزیزمون در مورد آیت الله محسنی بود. آیت الله محسنی یکی از خبیث‌ترین آخوندهای معاصر شیعه است که در اوج تقیه، همین نفاق که در قرآن کریم میگه اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. صفات منافقین چی است؟ وقتی که با مسلمان ها رو بروشن میگن که ما با شماییم، مسلمانیم. وقتی که با دوستان خودشون رو بروشدن میگن که ما اینا رو داریم مسخره میکنیم. آیت الله شیخ آصف محسنی همچین یک شخصیتی بود. رهبرای جادی اهل سنت رو هم فریب داد. در پاکستان در کنار اینها بود. بزرگترین مدرسه دینی که مرکز نشر تشیع بود در افغانستان، به نام خاتم الانبیا را تأسیس کرد. بر رادیوها، تلویزیونها، محافل، خانه های اهل سنت از طریق دروغ هایی که زیر پرده تقیه می گفت وارد شد. و چون مدت زیادی در عراق زندگی کرده و تألیفات و کتاباش اکثرا به زبان عربی است و در اونجا نشر شده، مردم افغانستان تا لحظه مردن اکثرا، یعنی میشه گفت 99% مردم چهره واقعی رو نشناختن. اما فرق بین مجلسی و بین محسنی نیست، فرق بین کلینی و محسنی نیست، همه اینا اعتقاداتشان یکی است. فقط فرقشان در چی است؟ که اینها به خاطر فریب دادن اهل سنت گاهی میان در کنار اهل سنت، بعد حتی میگن ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، میگن خیلی راحت، حتی میان میگن که حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه هم میگن. بعد این سنی ساده ما میگه به به عجب، این شیعه شده بنیشه، چه خوب، آدم های خوبی هم بوده، زیاد شنیدم من در افغانستان. اما میخواید یک عقیده یک نفر رو شما برید موشکافی کنید، برید سراغ کتاب هاش. دوستان صفحه کامپیوتر رو میتونن نشون بدن الان؟
والله متاسفانه امروز صفحه کامپیوتر رو نمیشه نشون داد، وگرنه من کتاب های شیخ آصف محسنی رو به خیلی مشکلات پیدا کردیم، کتاب هاشو از طریق دوستان در نجف کتاب هاشو پیدا کردیم و در این کتاب ها باور کنید چیزایی رو شما پیدا بکنید که واقعا یعنی جای تأسف است که اینها چند اندازه ملت ها رو فریب میدن و با دروغ و تقیه سر کار میگذارن. ایشون یکی از اعتقاداتش این بود که این زمان زمان تقیه است، یعنی در این زمان نباید دوستان دارن تصویر رو متاسفانه تصویر نیست بلا من این صفحات رو اسکن کرده بودم اینجا میتونستم نشونتون بدم در کتاب اسم کتاب رو خدمتون بخونم دوستان اگر بتونن کتابش رو پیدا بکنن در کتابخانه ها این کتاب هست کتاب صراط المستقیم فی المعارف الاسلامیه و الاصول الاعتقادیه تالیف آیت الله محمد آصف محسنی، البته در اونجا به نام المحسنی معروف بوده. در فایده سوم در صفحه 86 کتابش در اینجا یکی لما توفى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وقع الخلاف بين أصحابه في الخلافة والإمامة وما تمكنوا من حفظ التوحيد الكلمة مثل ما كانوا عليه في حياته ثم إن حزب أبي بكر الخليفة الأول وإن غلبوا في ذلك الوقت على أخذ السلطة التنفيذية وأزل مخالفيهم عن تدبير الأمور إلا أن النزال لم يرتفع به بل أصبح من أهم العوامل المؤثرة في شؤون المجتمع الإسلامي فهو أساس التشعب المسلمين إلى فرقتين الشيعة وغيرها. میگه که حزب ابوبکر به همین کلمات خلیفه اول اینا غالب شدن و از راه درست صحیح به اصطلاح منحرف گردیدن، بعد اومدن با وجود اینکه حاکم شدن بر امور مسلمان ها اما نتوانستن شؤون جامعه اسلامی رو اداره بکنن و امین ها بودن اساس اختلاف بین مسلمان ها که به دو فرقه شیعه و غیرها تقسیم شدن و هو بدر حروب الجمل و صفین و نهروان و کربلا و اینها تخم های جنگ های جمل و صفین و نهروان و کربلا بودند و غیرها و هو المحور الاختلاف فی قوة التشریعیه فتشتت المذاهب والآراء في الأصول والفروع. به سبب همین ها بود که چی شد؟ اختلاف و مذاهب و آراء و اصول گوناگون در جامعه مسلمان ها ایجاد شد. بعد میاد در مورد عثمان صحبت میکنه رضی الله تعالی عنه، میگه که فإنه بغى واستكبر فصار من المفسدين و من سوء الاتفاق انه على امره و استولى على ما اراد فاتاه الامر لمن بعده من آل امیه. بعد از اون بنی امیه بود و به اصطلاح عثمان، عثمان انسان باقی و فاسد و مستکبر و خلاصه تا اینجا که میاد در ادامه همین صفحه کاش میتونستم این صفحات رو نشونتون بدم که تو ببینید این انسان خبیث تا چه اندازه. بعد از اینکه اینا رو میگه که میگه که و کان القرآن ینظر الیهم حیث یقول و قرآن میگه حالت اینها رو بیان میکنه آنجایی که میگه و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و اینها را امامانی ساختیم که مردم را به سوی آتش یا به سوی جهنم دعوت میکردن. اینها کیا بودن؟ یعنی به نظر آیت الله آصف محسنی ابوبکر و عمر و عثمان و
صحابه‌ای که با اونها بودن، اینها کیا بودن؟ ائمتون یدعون الى النار، امامانی بودن که مردم را به سوی جهنم می‌بردن، به سوی جهنم دعوت می‌کردن. اما خب این خیلی کلماتش ادبی و در لفافه و به اصطلاح، اما اعتقاد همه اینها همون اعتقادی است که بقیهشون دارن و هیچ فرقی بین اینها نیست. من همه کتاب‌های ایشون رو تهیه کردم و جاهایی که توهین به صحابه و به امهات المؤمنین، ایشون اعتقاد داره بگه که بله همه صحابه بعد از پیامبر کافر شدن، غیر از 3-4 نفر همه کافر شدن و این عقیدش هست و اینو صراحت در کتاب‌های خودش بیان میکنه. چون اینا بعد اگر که مثلا امیر رو مینشستی با خودش فرصتی میشد که بحث بکنی، میومد ازار یک تعریف میکرد، میگفت که نه، مثل بعضی آخونده هستن میگه نه، اگر کسی مثلا امامت رو نفهمه و انکار بکنه کافر نمیشه. حالا ما به همین دلیل نمیگیم که اهل سنت مسلمان هست، میگیم مسلمان هستن اما مؤمن نیستن. خب کافر هستن؟ نه، کافر هم نیستن، یه تو ماسمالی میکنن. اما در کتاباشون واضح و صریح و آشکار میگن که هر کس که ولایت حضرت علی رو قبول نکنه، ولایت ابوبکر و عمر و عثمان رو قبول بکنه و اونها رو خلیفه بدونه بعد از پیامبر، این انسان بلا شک کافر است. این اعتقاد اینها است. دوستان عزیز، شماره تلفن برنامه زیرنویس شده، با وجود اینکه خب تلفن ما رو سانسور کردن، بستن در ایران، یعنی تماس مستقیم دوستان شاید با مشکل مواجه بشن، اما بر صورت این تنها راه ارتباطی برنامه است. انشاءالله در آینده سعی میکنیم که شمارهای دیگری رو هم در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. و بازم تاکید میکنم که آیت الله آصف محسنی با مزاری و با بقیه هیچ فرقی ندارن در اعتقاداتشان، یا با کلینی و مجلسی و اینها. چون ببینید اگر آنچه که در کتاب‌های اینا آمده و اینا انکارش بکنن، بعد شیعه نیستن. مثلا اگر بیاد آقای محسنی بیاد روایاتی که در باب امامت و کفر ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه رضی الله عنهم اجمعین و اینها رو اگر که بیاد رد بکنه، در اون صورت این چی است؟ شیعه نیست. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. دوستان تصویر رو دارید؟ بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام و رحمت الله. علیکم السلام. انصاری عزیز. بله بفرمایید برادر گرامی. شما یه عضوی از ما هستی، ما یه عضوی از شما، بخاطر اکد میگم. سلامت داشتید. برادر گرامی، آیا میشه چیزی دزدیده رو خریداری کرد؟ یه اشیای دزدیده رو که بتونه که اول دزدیده شده است و یه خریداری کرد، از حکم اسمم چی است؟ جایز است؟ اگر بفهمید، بله، اگر بفهمید که واقعا این مال دزدی است، نباید خرید. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، الله سبحانه و تعالی میفرماید. چون وقتی که مردم برن مال دزدی رو بخرن، خب دز تشویق می شود که بره باز دوباره دزدی بکند. آفرین. اکو دوام صحبت ما رو گوش میکنه؟ بفرمایید. از همین منبر شما به همین حکومت طالبانی من مراجعه میکنم که همه قوای برقی تاجیکستانی بیچاره رو نخرن، که این یک مال دزدی است. اینها طالبان اگر 24 ساعت برق تاجیک رو میخرن،
این یک دزدی هست، این در دزدی رحمان و امام علی رحمان کمک میکنن. اگر بشر در حقیقت اسلامی هستن، از همه منبر بلند ما به هوای ما راجعت میکنن که در دزدی و در قتل و در دزدی رحمان همکاری نکنن. بسیار خوب، پیام شما انشالله به گوش آنها رسیده باشد برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر شما. بیننده گرامی بفرمید. سلام انصاری شب. سلام و رحمت الله. آقای انصاری بفرمید. ممنونم آقای انصاری، من یه درخواست از شما دارم. بفرمید. دوست عزیز، اینترنت شما ضعیف است، مثل اینکه اگر بتونید مستقیم تماس بگیرید یا جاتون رو عوض بکنید. بله؟ بینندگان مسلم، همون مسلم محمد عیبه رحمه. بساری؟ صداتون قطع وصل میشه برادر عزیز. بفرمید. شما درخواستی دارم و از تمام بینندگان مسلمان این شبکه درخواست دارم، فقط آمین بگن کافیه. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید و بارک علی محمد و علی آل. والله متاسفانه متاسفانه تماسشون قطع شد، اینترنتشون مشکل داره مثل اینکه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، درفته نباشید. سلامت باشید. استاد، این روایت هایی که نشون دادید اینا تو کتاب هاشون توهین های خوبی میکردن، از این یعنی بهتر نتونستن به پیامبر خدا توهین کنن، یعنی کافر بودن خودشون خودشون ثابت کردن. استاد اگه میشه در مورد این آخونده بیشتر از این برنامه ها بذارید، این کتاب ها رو بیشتر نشون بدید. چند وقتی بود که شما برنامه های این آخونده ها رو ول کرده بودید، من میخواستم بگم که یعنی قول ما بلوچ ها یعنی گاو پول کشتی پوست کندی به دومش رسیده بود ولش کردی، ولی من میگم که استاد تا آخرش برید، تا آخرش این دنبش هم پوست بکنید. خیلی شما رو دوست دارم و سلامت باشید. خدا نگه داره شما. خدا شما. بله بیننده گرامی بفرمید. یک آیه هست در قرآن کریم، الله متعال می فرماید که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيقولون هذا من عند الله واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. این آیه است در سوره بقره. الله سبحانه و تعالی میگه که خداوند حیا نمی کنه از اینکه به شما مثل بزنه پشه ای رو و آنچه که بالای پشه است. علما خب در طول تاریخ، علمای جهان اسلام اومدن مفسرین اهل سنت گفتن که این پشه ای که به این کوچیکی می بینید این یک مخلوق عظیم الله سبحانه و تعالی است. جسمش کوچیک است اما یک مخلوق عظیمی است. همین پشه مثلا حالا طبق بعضی روایت ها شاید هم از اسرائیلیات باشن، میگن نمرود و الله سبحانه و تعالی میگن پشه رفت تو گوشش، خلاصه وارد مغز شد از اونجا و مرد. این میخواست به جنگ الله سبحانه و تعالی بره، خدا یه پشه رو برش فرستاد. علم جدید هم ثابت کرده که این پشه به این کوچیکه، این پشه که نیش میزنه، این پشه ها مثلا
یک لابراتوار خیلی قوی در بدنش داره، خون رو تحلیل میکنه، چشمهای خیلی تیزی داره که میتونه از فاصله خیلی دور تشخیص بده انسانها رو، اسکن بکنه. یعنی یک چیز عجیبی است این پشه. به این دلیل الله سبحانه و تعالی میفرماید در قرآن کریم خداوند حیا نمی کند از اینکه به شما مثل بزند پشه یا آنچه بالای پشه است. اگر کسانی که مؤمن باشن این مثال رو بشنن میگن این از جانب الله است، اما انسان های کافر میگن یعنی چی خب پشه رو به ما مثل زده. بریم ببینیم مفسرین شیعه بالاجماع این آیه رو چه تفسیر کردن. از ابی عبدالله، کل مفسرینشون اینو آوردن، از ابی عبدالله امام جعفر صادق، ان هذا المثل ضرب الله لامير المؤمنين، این مثلی است که الله متعال به امیر المؤمنین زده است. فالبعوزه امیر المؤمنین، این پشه امیر المؤمنین است. و ما فوقها رسول الله صلی الله علیه و سلم، با آنچه بالای پشه است رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی بلا استثناء مفسرین شیعه این روایت رو ذکر کردن در کتاب. یعنی علی پشه است و بالای پشه هم امیر رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مثالی است که اینها زدن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز خیلی شدم با شما صحبت میکنم. سلامت باشید. سوال داشتم. بفرمایید. خواستم یک پسر بچه داشتم، نامش شما سوری گذاشتم. خواستم در عقش دعا میکرده، الان دو سال است، خیلی زبانش کم دست برای گبزنی سوس دست در دعا خوبش میکرده که انشاءالله شفای الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی شفای کامل و عاجل نصیب بکند و سعادت دنیا و آخرت و فرزند صالح و خدمتگار دین. سلامت باشید. الله مطالب ستان بکند در هزار و سفر، الله مطالب ستان بکند برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوال شرعی داشتم. بفرمایید برادر عزیز. انگامی که شیعه مصر سر میکشه از وسط سر میاد تا تقریبا بله تا پیشانی میاد. درست. ولی اهل تسنن سر به طور کامل مس میکشن به اضافه دور گوش گردن. درست. سوالتون چی است برادر عزیز؟ آیا برای اهل تسنن سندی صحیح است؟ سوال این است که آیا حدیث صحیح است؟ در قرآن کریم برادر عزیز اومده که وامسحوا برؤوسکم، الله سبحانه و تعالی میگه سرهایتان را مسح بکنید. الان این سر شما، موهای سرتون، گوشهایتون در سر داخل هست یا نیست؟ تماسشون قطع شد برادر عزیز. آنچه که در فهم اهل سنت این است که الله متعال میفرماید که سرهایتان را مسح بکنید. مسح یعنی اینطوری سر را مسح کردن. همه سر انسان جزی از به اصطلاح این رأس یا سر محسوب میشود. شیعه که میاد اینطوری مسح میکنه، این که شد وسط سر. آیه صریح و واضح هست، وامسحو برؤوسکم، سرتان را مسح بکنید. نگفته وامسحو به وسط رأسکم، وسط سرتون را مسح بکنید.
به همین دلیل مسح کل سر، حالا حتی در نزد احناف میگن مسح گردن، چون گردن هم جزی از سر حساب میکنن، اما در بقیه مذاهب میگن که نه، گردن جزی از سر محسوب نمیشه، سر جداست، گردن جداست. این اختلاف در برداشت هست آیه است. اما آنچه که شیعیان انجام میدن هیچ دلیل منطقی از قرآن و سنت ندارد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم استاد انصاری، خوب هستید؟ سلامت باشید. من محمد الیاس از افغانستان مدام نصف شد. محمد الیاس برادر عزیز بفرمید. خیر بیدیم استاد عزیز، از برنامه تن استاد یک سوال داشتم، اگر یک مشورت دارد در دوشم عزیزان. بفرمید. بفرمایید. استاد من از کابل به تماس میشم، میخواستم در هرات، در شهر هرات مدرسه دینی برم، اگر میشه برای ما یک نام مدرسه بتین که چی باشه، درس اکادمیک برای ما بتین، یعنی سطح تعلیمی، سطح تدریسیش بالا باشه، اگر تو مدرسه میشناسین لطفا. ببینید در هرات دارالعلوم عالی انصار هست، دارالعلوم هرات هست، که همه اینها دروسشان ماشاءالله، یعنی علما و اساتید بزرگواری در اونجا هستند، و همچنین در کابل دانشگاه شریعت کابل هست، دانشگاه شریعت هرات هست، همه اینجا شما میتوانید درسای دینیتون به شکل عالی بخونید. سلامت باشید برادر، زنده باشید. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. آقای انصاری از تاجیکستان هستم، الان در روسیه. به خاطر الله شما را دوست می‌دارم و یک چند سوال داشتم، ولی از بس که وقت زیاد میگیرد مهمترینش را پیشکش میکنم اگر اجازه باشد. بفرمایید برادر. است ما در روسیه حجت یعنی پاسپورت روسی را به دست آورده ایم، اما برای به دست آوردن این به واسطه چخل بیرم به واسطه ریبا، یعنی نه ریبا نه، به واسطه چه میگنم به عدبی رشوت پورا بعد درست استادم این حجت روسیه گرفتیم ما پاسپورتشون هم انا اکنون از این نگاه کنیم که ما استفاده میکنیم برای ما رایگان است، به نزد دکتر رفتن و تبابت گرفتن رایگان است، و در روسیه برای شهروندهایی که شهروندی روسیه را گرفتن میدهند یک چند مبلغ زیاد برای فرزندان، برای فرزندها و برای شخصانی که سر فرزند هستند و بسیار فرزند هستند، برای آنها نیز یک چند مبلغ های از جنوب دولت گذارنده میشود که بدون یکان مهنت یا زحمت ما مبلغ ها رو میگیریم. همین از نقطه نظر اسلام چهل باشد و ما چکار باید کنیم برای که از اول وقتی که حجت گذاری کردیم و حجت رو گرفتیم ما با پولی، یعنی که در اولی دا گفتم باقای گرفته گستم با پورا، پورا بودستم چیه گرفته گیدیم ما وقت نمیدونستم. درست. سوال اول شما این است که آیا دادن رشوت یا پره که میگن در تاجیکی در کشورهای کفری برای گرفتن پاسپورت یا انجام کارهای لازم در آنجا جایز است یا نیست؟ ببینید حکم الله سبحانه و تعالی رشوت در هر جای دنیا ناجایز است، یعنی اینطور نیست که مثلا حکم الله متعال در روسیه جایز باشد در تاجیکستان حرام باشد، چون تاجیکستان کشور اسلامی است، روسیه کشور کفری است. دزدی، رشوت، زنا، شراب در همه جا حرام است. اینا حکم برای همه بشر است، حکم برای همه بشر است و در هر گوشه ای از کره زمین این احکام جاری است. اما آلی که یک نفر داده اوراق گرفته، شما امروز برید مثلا به حکومت روسیه بگید که من مثلا پره دادم، رشوت دادم، پاسپورت گرفتم،
یک 30 سال زندان برایتان میکشد، بعد از اون دیپورت میکند. به این خاطر انسان توبه بکند، مادامی که گرفتار همچین یک چیزی شدید استغفار بکنید، توبه بکنید، این گذشت. پولی که دولت برای کمک اعانه به اصطلاح میدهد برای بزرگ کردن اطفال و برای مثلا کمک به خانواده ها، این گرفتنش میگن جایز است. یعنی فتوای علما مجمع فقهی اروپا به این فتوا دادن که گرفتنش جایز است و هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون معادل همین پول و بیشتر این را از درآمد شما، از تجارت شما، حکومت به نام تکس میگیرد، به نام مالیات میگیرد، دوباره به خانواده بر میگرداند. زنده باشید. سلام. یک نکته ای را خدمت شما عزیزان عرض بکنم. سعی کنید خواستن در کشورهایی که کشورهای اروپایی هیچ وقت ساختکاری یا جعلیکاری یا در عربی تزویر بهش میگن انجام ندید، رشوه ندید. چرا؟ این در این کشورها این معاملات هر چند سال یک بار بررسی میشه. آیا این طرف واقعا به اصطلاح همه شروط و شرایطی رو که برای گرفتن پاسپورت یا کارهای دیگری داشت اجرا کرده است، انجام داده است یا نه؟ و خدای نکرده اگر اینا در اثنای بررسی کوچکترین شبهه‌ای برایشان ایجاد شود، این دوسیه رو دوباره بررسی میکنن. و اگر دوباره بررسی کردن و همچین چیز ثابت شد، بعد از اون یعنی مشکلات زیاد برایتان ایجاد می شود. یا همون شخصی که پره یا رشوه می گرفته است دستگیر می شود. دستگیر که شد مجبورش بکنن اعتراف بکنن، مثلا تو چند دوسیه رو، چند فایلی رو به اصطلاح به این شکل انجام دادی، و همه اینها رو دوباره چیکار می کنن؟ الغا می کنن یا کنسلش می کنن. به همین دلیل سعی کنید چیزی رو که الله سبحانه و تعالی برای ما امر کرده که انجام ندیم، چون از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که می فرماید که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم الراشی والمرتشی. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم رشوت دهنده هم رشوت گیرنده را لعنت کردند. حالا یک انسان یک ضرورتی بوده، احتیاجی بوده، یا از جهل نادانی بوده یک کاری رو انجام داده، چی است؟ انسان استغفار میکنه، توبه میکنه، دو رکعت نماز بخونید، توبه بکنید، بعد از این کار رو انجام نمیدم. و الله متعال میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای نیکو کارهای زشت رو چیکار میکند؟ پاک میکند. بعد از اون سعی کنید کارهای خوب انجام بدهید، صدقه بدهید، به مستمندان کمک بکنید و الله سبحانه و تعالی اثر تقصیرات همه ما بگذرد. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.